اسم دروازه جهنم به گوشتان رسیده؟ آیا از گودال جهنم اندکی معلومات دارید؟ میفهمین که در کجا موقع دارد، چقدر عمق دارد، چقدر طول دارد؟ یک انسان در چند کیلومتری از این میتونه دوام بیاره؟ حرارتی که از سوختن این دروازه به وجود میاد چقدر است؟ آیا باید آتش این دروازه را خاموش کنیم؟ اگر خاموش کنیم پس چگونه؟ اگر دوست دارید تمام این معلومات را داشته باشید، پس تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید. سلام، من نازی امیری هستم. شما این ویدیو را از کمیته نشرات افغان اکادمی بیننده و شنونده هستید. امیدوارستم تا پایان این ویدیو با ما همراه باشین. اگر چینل ما را سابسکرایب نکردین، سابسکرایب کنین و گزینه زنگوله را فشار بدین تا اولین نفرهایی باشین که از ویدیوهای معلوماتی و از گزارش‌های ما باخبر میشین. در کشور ترکمنستان جاذبه برای گردشگری وجود داره که برخلاف دیگر زیبایی‌های جهان به جهنم تشبیه شده است و اینه به نام دروازه جهنم یاد. گودال به پهنای 70 متر و 52 سال است که این گودال در حال سوختن است. شما تصویری را در پشت سر من تماشا میکنین از دروازه جهنم در کشور ترکمنستان میباشد. دروازه جهنم ترکمنستان که دارای عمق بیش از 20 متری است، از سال 1971 تا کنون مداوم در حال سوختن است. دروازه جهنم ترکمنستان در صحرای داغ و وسیع قرقم در 260 کیلومتری پایتخت این کشور در نزدیکی روستایی با جمعیت 350 نفر قرار دارد. دروازه جهنم که در سال 2018 به نام مشعل قرقم یا نقطه تابان قرقم هم شناخته می شد، برای ما مرموز است که چطور با وجود آمد. زمینشناسان ترکمنستان مدعی می شوند که این گودال در دهه 1960 شکل گرفته است، اما آتش سوزی تنها 2 دهه پس از آن در دهه 1980 رخ داده است. اما جورج کرونیس کاشف کانادایی آن را در سال 2013 بررسی کرد و متوجه شد که هیچ کس واقعا منشای دروازه جهنم را نمی داند. جورج کرونیس که در سال 2013 با تجهیزات ویژه وارد گودال شد، آن را بررسی کرد، گفت خیلی ها فکر می کنند که گودال در دهه 1960 شکل گرفته، اما دلایل برای این وجود دارد که اصلا در دهه 1960 تشکیل و در دهه 1980 شعله‌ور شده است. قبلا تلاش های متعدد برای خاموش کردن این آتش صورت گرفته، از جمله در سال 2022 زمانی که رئیس جمهور ترکمنستان دستور یافتن راه حل برای اطفای آن را داد، اما بعد از 52 سال هنوز در آن آتش وجود دارد. رئیس جمهور ترکمنستان سال گذشته دستور داد تا یک بار برای همیشه آتش خاموش شود، اما تصمیم او هرگز اجرا نشد. رئیس جمهور ترکمنستان میگوید که دروازه جهنم برای محیط زیست و سلامت مردمی که در نزدیکی آن زندگی میکنند تاثیر منفی میگذارد. گفتنی است این گودال یکی از مهمترین جذابیت های گردشگری در ترکمنستان است. اطلاعات جالب در مورد دروازه جهنم. آیا در دروازه جهنم واقعی صدای گریه انسان شنیده شده است؟ این سوالی است که همواره برخی از افراد و علاقمندان به این مکان عجیب و غریب مطرح می کنند. با این حال برخی شواهد و شایعات در ارتباط با صداهایی که در عین حفاری در دروازه جهنم ضبط شدند وجود دارد. در طول حفاری در صحرای قرقم در ترکمنستان، تیم تحقیقات اتحادیه جماهیر شوروی به عمق 14.5 کیلومتری زمین نزدیک شد، اما به طور غافلگیر کننده مته به یک فضای خالی برخورد کرد. برای کشف حقیقت یک مایکروفون مقاوم در برابر دماهای بالا به درون گودال فرستاده شد و به مدت کوتاهی در آنجا قرار دادند. در این مدت کوتاه محققان با صداهای عجیب و غریب روی نوار ضبط شده مواجه شدند. برخی افراد این صداها را به گریه و شیون تعداد زیادی انسانها تفسیر کرده اند. اما هنوز هیچ دلیل قاطع برای این صداها کشف نشده است و آن به عنوان یک روز نگه داشته شده است. با وجود تمام شواهدی که در دسترس است، همچنان این موضوع به یک سری از پرسش ها منجر شده است. آیا واقعا این صداها از دروازه جهنم آمده است؟ آیا این ممکن است که دروازه جهنم با ارتباط ماورای طبیعی داشته باشد؟ هرچند که دلایل واقعی این صداها هنوز پیدا نشدند، اما این مسئله جذابیت دروازه جهنم را برای علاقمندان به رمز و رازهای نامعلوم و پدیده های عجیب و غریب دوچند کرده است. تا به حال کسی توانسته است وارد دروازه جهنم شود؟
در حقیقت از زمان کشف دروازه جهنم تا کنون تنها یک نفر توانسته است به آنقه این گودال عجیب وارد شود و از آنجا باخبر شود. این شخص به نام جورج کورنس در سال 2009 در تلاش بود تا مجوز لازم برای ورود به دروازه جهنم را از دولت ترکمنستان دریافت کند. با وجود تلاش‌های فراوان، کورنس در ابتدا درخواست وی برای ورود به این مکان رد شد و او نتوانست ویزای ترکمنستان را دریافت کند. با این حال او از پشتیبانی سازمان نشنال جیوگرافیک و همکاری با سفارت ایالات متحده آمریکا استفاده کرد و در نهایت پس از یک سال و نیم مجوز سفر به ترکمنستان را به دست آورد. به همراه یک تیم متخصص، کورنس به مدت 4 روز در اردوگاه گیتس مستقر شد و مطالعات جامعی را درباره خاک و محیط اطراف دروازه جهنم انجام داد. برای ورود به دروازه جهنم، تیم کورنس از یک تناب مقاوم در برابر آتش استفاده کرد و با قرار دادن وزنه حدود 2000 پوند به عنوان وزنه قرقره‌ای، جورج کورنس به مرکز گودال نفوذ کرد. او با لباس‌های ویژه که از گرما محافظت می‌کرد به دروازه جهنم وارد شد و در آنجا نتایج ارزشمندی را به دست آورد. تحقیقات او به ویژه درباره زندگی خارج از منظومه شمسی به پیشرفت علمی و دانشمندان در این حوزه کمک‌های بسیاری کرد. با این وجود هنوز رازهای بسیار درباره دروازه جهنم باقی مانده است. شاید تحقیقات آینده بتواند این رازها را فاش کند و ما را به دنیای از اطلاعات جدید و شگفت‌انگیز هدایت کند. در حال حاضر دروازه جهنم همچنان برای ما یک معمای بزرگ باقی میماند که تمام تخیلات و کنجکاوی‌های ما را فرا می‌خواند. و در آخر هم با وجود تلاش های بسیار دلیل دقیقی برای شعله های آتش دروازه جهنم کشف نشده است. این موضوع یک راز باقی مانده است که هنوز علما قادر به پاسخگویی به آن نیست. با توجه به اطلاعات موجود، عوامل زمین شناسی و ژئوشیمیایی موجود در این منطقه نقشی در شعله های آتش داشته باشند. اما برای حل این رمز راز نیاز به تحقیقات بیشتر و عمیق‌تر و مشارکت بین المللی بیشتری وجود دارد.